اینجا دهلی است سلام بر شنوندگان عزیز امروز 27 ژوئیه 2023 میلادی است شما سخن پراکنی برون مرزی صبحگاهی فارسی آکاشوانی را میشنوید که در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران پخش می شود این اکتواجهتان را جلوی نماییم به تازه ترین خبرهای هند و جهان گوینده محمد ولی الله ولی این از سرخط خبرها آقای راجنا سنگ وزیر دفاعی هند دیروز به مناسبت روز پیروزی کارگل گفت که این کشور به دست های محفوظ قرار دارد نخست وزیر هند نرند مودی مرکز کنوانسیون بین المللی ماسوم به بھارت مندپم را در دهلی نو افتتاح نموده و گفت که این هدیه ای برای هند است که 75 سال استقلالش را جشن میگیرد بریتانیا برنامه حرفه‌ای جوان سالان هندو انگلیستان را به راه انداخته است که فرصت به سر کار کردن یا متعل نمودن در آن کشور تا مدت دو سال را فراهم خواهد آورد. لکش سین از هند وارد دوره ماقبل روبه نهایی مسابقه جامع قهرمانی باز بدمنتون ژاپن در توکیو شده است و در بازی کرکت هند امروز با ویس هندیز در اولین مسابقه بیلن بلالی یک روزهی سیری سه سی مسابقه در استادیوم کن سینگتون اول بریستاون واقع در باربادوس مقابل خواهد کرد. اینک مشروع اخبار هند دیروز فداکاری های سربازان ارتش این کشور را به یاد آورده و روز پیروزی کارگل را جشن گرفت. بدین مناسبت آقای راجنا سینگ وزیر دفاعی هند گفت که دولت برای نگهداری از افتخار و وقار این کشور به هر حدی خواه رفت. نخست وزیر نرند مودی نیز به مناسبت روز پیروزی جنگ کارگل از سربازان دلاور ارتش هند تجلیل نمود. آقای مودی در یک تویت هماسه قهرمانانه شان را مورد تحسین و آفرین قرار داده و این حقیقت هم را اعتراف نموده که آنها یک سرچشمه الهام ابدی برای ملت هند می باشند. این روز به یاد پیروزی ارتش هند در سال 1999 میلادی بر سربازان پاکستانی در کارگل جشن گرفته می شود. نخست وزیر هند مودی دیروز گفت که سراسر جهان اکنون معترف این است که هند مادر دموکراسی است. او گفت که دموکراسی پویای هند برای مردم این کشور یک ماه افتخار بودی است. آقای مودی با افتتاح نمودن مرکز کنوانسیون بین المللی اثر گذاشته در پرگتی میدان دهلینا گفت که این مرکز کنوانسیون بین المللی به بھارت مندپم هدیه برای این کشور می باشد که 75 سال استقلالش را جشن می گیرد. هند و استرالیا همکاری دفاعی دو جانبه با ابتکارات تازه را برای توسعه و تحکیم تعهدات دفاعیشان بررسی و اکتشاف نمودند در فن در خلال هشتمین مذاکره سیاست دفاعی هند و استرالیا که در کنبرای استرالیا برگزار شده تعهدشان به اجرای کامل مشارکت سازیکی جامعه مبنی بر اعتماد و تفاهم متقابل منافع مشترک و عرضیس مشترک دموکراسی و نظم قانون را مجددا تصدیق و تایید نمودند. دولت بریتانیا ورقه دوم دو برنامه هیرفهی جوان سالان هندو انگلیستان را باز نموده است. این برنامه برای دانشجویان هندی فارغ و تحصیل لیسانس دارای سین هیزده الاسی سالگی به خاطر صدور روادیدها برای مسافرت به بریتانیا فرصتی را برای به سر بردن کار کردن و یا متعال نمودن هندیان جوان سال شایسته تا مدت دو سال در بریتانیا فراهمی سازد. این برنامه مشترک ما بین هند و بریتانیا رسما در ماه فوریه سال جاری به راه انداخته شده بود. رئیس پارلمان تایلند اعلام نموده است که دوره آینده رایگیری برای انتخاب نمودن نخست وزیر جدید آن کشور به تعویق انداخته شده است. این اعلامیه بعد از پیروزی حیرت انگیز اپوزیسیون در انتخابات عمومی ماه مه به عمل آمده قرار است رایگیری پارلمانی امروز برگزار شود و رایگیری آینده به دنبال صدور دستور توسط دادگاه مربوط به قانون اساسیان کشور به دادخواستها به عمل خواهد آمد لکش سین هند وارد دوره ما قبل مسابقه جامع قهرمانی باز بدمنتون ژاپن در توکیو شده است و در بازی کرکٹ ہند امروز با ویسٹ انڈیز در اولین مصابغی بین یک روزی سیریے سے مصابغی در استادیو میں کین سینگتون اوول بریستاؤ بروادوس باربادوس مقابلے خوہد کار پایا اخبار از آکاشوانی خدا نگہ دار شما